پروانه ها نماد زنده آزادی و زیبایی هستند و به عنوان الهام یا به خاطر ارتباط قدرتمندی که با آزادی و زیبایی طبیعت دارند، هنرمندان زیادی از اونها در آثارشون استفاده می کنند. اونها به خاطر ماهیتشون نماد تغییر و نتایج مثبتی هستند که می تواند روی دهد. با این حال ذهن ناخودآگاه به روش های گوناگونی پروانه رو تفسیر می کنه و رنگ، شکل و ترکیب بندی اونها رو بدون درک معنای آن تحلیل می کند. در این ویدیو با انتخاب یک پروانه میتونید با جنبه‌های پنهان وجودتون آشنا بشید. برای دیدن این ویدیو در ادامه با من رکسان افشار هم بشوید. به این تصویر خوب نگاه کنید. کدوم یکی از پروانه‌ها را انتخاب می‌کنید؟ تصویر شماره 1. اگر این پروانه رو انتخاب کردین، حساس، صادق و بسیار رمانتیک هستید. شما به دیگران احساس همدردی زیادی دارید، حتی با کسانی که نمیشناسید، چون همیشه خودتون رو جای اونها میذارید. شما بسیار احساساتی هستین و همیشه حواستون به احساسات و نیازهای دیگران هست، تا حدی که احساسات خودتون رو نادیده میگیرید. کمک به دیگران در ذات شماست و همیشه آماده آن هستید. با این حال باید همیشه اول مراقب خودتون باشین، چون برای در میان گذاشتن احساساتتان مبارزه میکنید، نه به خاطر اینکه نمیخواید، بلکه چون احساس میکنید بار اضافی روی دوش دیگران میشید. باید همیشه یادتون باشه که مشکلاتتون به اندازه مشکلات دیگران مهم هستند و باید با خودتون هم به زیبایی و مهربانی دیگران رفتار کنید. تصویر شماره 2. اگه این پروانه رو انتخاب کردین، یعنی فرد هماهنگ و صلح‌جویی هستید. شما شخصیت بسیار آرام و واقع‌بینی دارید. کلمه تعادل به خوبی شما رو توصیف میکنه و سعی میکنید اون رو در همه جنبه‌های زندگیتون رعایت کنید. شما معتقدید حفظ تعادل بین زندگی شخصی و حرفه‌ای برای سلامت روح مهم است و عمیقاً اعتقاد دارین که تعادل کلید خوشبختی است. در مواجه با یک موقعیت ناخوشایند به راحتی وحشت زده میشین و بدون اینکه زیر بار برین به راحتی ایمانتون رو از دست میدید. اطرافیانتون نمیتونن متوجه بشن، چون ترجیح میدید احساساتتون رو پنهان کنید و خودتون مشکلاتتون رو حل کنید. تصویر شماره 3. شما زیبایی را در همه چیز میبینید. جایی که بسیاری از افراد فقط یک گل رو میبینن، شما همه جهان رو درون آن میبینید. شما دوست دارید همه چیز رو تحلیل کنید، حتی اگه مجبور نیستید. تحلیل چیزها روش شما برای درک زندگی هست. این شما را تبدیل به فردی بسیار منطقی می کند که بیشتر افراد او را بسیار پخته می بینند. در شغلتون کمال را دوست دارید و ترجیح می دین کارتون را خوب ولی دیر تحویل بدین تا یک کار معمولی و به موقع. این شما را فردی پرکار می کنه، اما برایتان آزاردهنده نیست، چون کاری که می کنید را دوست دارید. شما لذت را در چیزهای کوچک می یابید که دنیا را برایتان معنا می کند و سعی می کنید این را به کسانی که سعی می کنند شما را بفهمند نشان دهید. تصویر شماره 4. در مدرسه شما را فردی موفقی می دونستن. نه لزوما کسی که میلیونر بشه، بلکه کسی که بلند پرواز و منظم هست و به اهدافش می رسه. شما معتقدید که هدف دارید و می خواید اون را پیدا کنید و در اون پیشی بگیرید، چون شخصیت شما را تعریف می کند. شما تنبلی رو دوست ندارید و با افراد سخت‌گوش ارتباط برقرار می‌کنید. شما احساس امنیت رو دوست دارید و این باعث میشه از شکست نترسید. شکست بزرگترین ترس شما هست، اما در کارتون همیشه به خودتون ثابت می‌کنید که یک قدم به هدفتون نزدیک‌تر میشید. گاهی زندگی شخصی خود رو رها می‌کنید، اما فوراً احساس گناه می‌کنید و سعی می‌کنید به خاطر کسانی که دوستشون دارید همه چیز رو درست کنید، چون شما عمیقاً باور دارید که فقط موفقیت‌های تان را میتوان با آنها در میان بگذارید.
شماره 5، شما شخص مشتاق و با انگیزه ای هستید. شما لذت رو در همه چیز پیدا می کنید و همیشه در هر موقعیتی نیمه پر لیوان رو می بینید. رویا و اهداف شما در زندگی کسب تجربه تا حد ممکن است، چون معتقدید این معنای واقعی زندگی هست. یکی از بزرگترین ترسای شما خستگی هست. شما معتقدید خستگی زندان روانی هست و گرفتار شدن در اون در حالی که همه دنیا منتظر هست توسط شما کشف شود، بدترین چیزی هست که ممکن است برایتان اتفاق بیفتد، چون زندگی بسیار کوچک و زیباست. اگرچه سعی میکنید همه چیز رو به موقع انجام بدید، اما بیشتر اوقات این اتفاق نمیافته. شما سعی میکنید چند کار رو همزمان انجام بدید، بنابراین تمرکزتون رو از دست میدید و در پایان پربازده نیستید، چون اشتیاقتون رو به این راه از دست میدید. اما چون این بخش بزرگی از شخصیت شماست، چیزی هست که شما رو از دیگران متمایز میکنه و باید به جای تغییر سعی کنید اون رو بپذیرید. تصویر شماره 6، شما بسیار عاقل و منطقی هستید. اطرافیانتون همیشه برای مشورت یا انتقادهای سازنده و صادقانه سراغ شما میان، چون میدونید چطور احساساتتون رو کنترل کنید. شما به خودتون اجازه نمیدید احساساتتان را در تصمیم گیری دخیل کنید، چون معتقدید مانع دیدن درست و غلط می شود. علاوه بر این، اخلاق برایتون اولویت هست و همیشه سعی می کنید کار درست را انجام بدید، چون داشتن ذهن پاک یکی از ارزشمندترین چیزها برای شماست. با تشکر از شما از دیدن ویدیو. دوستان از اگه ویدیو دوست داشتید فراموش نکنید که لایک کنید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.